حکایت گدایی ملا نصرالدین. طلا بهتر است یا نقره؟ ملا نصرالدین هر روز در بازار گدایی میکرد و مردم با یه آزمایش فریبکارانه به حماقت اون میخندیدن و اونو مسخره میکردن. مردم دو سکه به ملا نصرالدین نشون میدادن که یکی طلا بود و یکی نقره و از اون میپرسیدن کدوم یکی از این سکه ها بهتره که تو برداری؟ ملا نصرالدین هم همیشه سکه نقره رو انتخاب میکرد. بعد از برداشتن سکه مردم به ملا میخندیدن و میگفتن بیعقله، چون سکه طلا رو بر نمیداره و سکه نقره رو انتخاب میکنه. خلاصه داستان بیعقلی ملا نصرالدین توی تمام کوچه و بازار پیچی. هر روز مردم شهر میومدن و دو سکه طلا و نقره رو به اون نشون میدادن که یکی رو برداره، و ملا هم طبق معمول همیشه سکه نقره رو انتخاب میکرد. یک روز مرد مهربونی از راه رسید و وقتی که دید مردم ملا نصرالدین رو مسخره میکنن خیلی ناراحت شد. پیش ملا رفت و به اون گفت هر وقت دو تا سکه به تو نشون دادن تو سکه طلا رو بردار. اینطوری هم پول بیشتری گیرت میاد، هم مردم تو رو مسخره نمیکنن. ملا نصرالدین گفت ظاهرن حق با شماست، اما اگه من سکه طلا رو بردارم مردم دیگه به من پول نمیدن که ثابت کنن من آدم احمقیم. اگه شما بدونید که من با این کلک چقدر تا حالا پول گیر آوردم، قبول میکنین که سکه نقره بهتر از سکه طلاست. نتیجه این داستان اینه که گاهی اوقات مهم نیست که مردم تو رو نادون فرض کنن. در صورتی که هوشمندانه رفتار کنی و این مسئله رو بدونی که در نهایت کاری که انجام میدی به نفع توه، حتی میتونی با به وجود آوردن این ذهنیت که مردم از تو باهوشترن به نتیجه دلخواهت برسی. ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. مرسی که ویدیو رو لایک، کانال رو سابسکرایب و ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک میذارید. روزگارتون نیک.